آقای امینی، این انتخابات ریاست جمهوری در ایران واکنش‌های گروه‌ها و شخصیت‌ها و بعد از برگزاری انتخابات شادباش‌های اونا از درایت مردم، درایت در گیومه. بفرمایید درباره این انتخابات چه نقطه نظرهایی دارید؟ ببینید جناب مهری، من یک نوشته هم هفته پیش، چند روز پیش از انتخابات، سه شب پیش از انتخابات، در نکوهش یا در واقع گوشزد به کسانی که سخت هوادار شرکت در انتخابات بودند و هشدار میدادند که اگر شرکت نکنیم رئیسی انتخاب می شود و شرایط ایران بسیار خطیر است، بیرون دادم و در اونجا اعلام کردم که من نه تنها در این انتخابات شرکت نمی کنم، بلکه فکر می کنم شرکت در این انتخابات نادرست است. ببینید، موضوع رو به داوری من باید این گونه بهش نگاه کرد. اجازه بدید یک حاشیه‌ای برم. در این چند روز گذشته که این انتخابات برگزار شد و بیانیه‌ها و نوشته‌ها و گفتگوهای رادیو تلویزیونی کسانی از میان آدم‌های بسیار سکولار، آدم‌های مخالف حکومت به دست من رسید، یا به اونها گوش دادم یا دیدم اونها رو، یعنی به هر حال مشاهده کردم، یک بار این توهم در منش به وجود آمد که جناب مهری نکنه محمد مصدق، زنده یاد مصدق، زنده شده و این تبریک‌ها بابت نخست وزیری یا ریاست جمهوری آقای مصدقه. چون این گونه حرفایی که بعضی از هممیهنان سکولار دموکرات آزادی خواه ما میزنند، کسانی که میدانم که با این حکومت دینی مخالف هستند، این گونه بود که گویا در واقع فرشته بر ابلیس چیره شده و یک گشایشی در جامعه روی داده. بعد به خود آمدم که نه، همین آقای روحانی که 4 سال رئیس جمهور بوده در ایران، حالا 4 سال دیگر هم رئیس جمهور خواهد بود، یعنی همون کارهایی که در این 4 سال گذشته کرده، حالا در همین 4 سال آینده هم ادامه خواهد داد. چه گشایشی در زندگی مردم به وجود خواهد آمد معلوم نیست. در این جای گفتگو نیست که آقای روحانی سیاستمداری پسندیده تر از آقای رئیسی است. آقای رئیسی آدم خطرناکی است. ولی واقعیت این است که جناب مهری، رئیس کشور در ایران آقای خامنه است. آقای روحانی نامشون شاید رئیس جمهور باشه، ولی در واقع مانند یک نخست وزیر زیر سایه رئیس کشور، رئیس دولت عمل میکنند. آقای خامنه ایست که میتواند از هر برنامه آقای روحانی جلوگیری بکنه. آقای روحانی بدون پروانه آقای خامنه ای هیچ کاری نه در سپهر جهانی و نه در سیاست داخلی انجام نخواهد داد. رمز ماندگاری او هم در این بوده که زیر سایه رهبر فعالیت کرده. همه گفتگوهایی هم که در این سالهای گذشته با دولتهای خارجی برای رسیدن به برجام انجام دادند، تردیدی نداشته باشید که اینها را آقای خامنه‌ای پذیرفته بود. و اگر آقای خامنه‌ای این برجام را نمیپذیرفت، این برجام به انجام نمیرسید. و این است که آقای روحانی در حدود استقامت و در حدود تمایل آقای خامنه‌ای کار خواهد کرد. ما با یک گرفتاری ماندگار در ایران روبرو هستیم. اون گرفتاری ماندگار ولایت فقیه است. رئیس جمهور در ایران رئیس جمهور ولایی است. یعنی این رئیس جمهور نخستی که از سرند نظام رد شده، یعنی اون گروه خبرگان نگهبان این آدم رو پذیرفتن، از میان بسیاری کاندیداها یه چند نفری از این سرند رد شدند، از نظارت استصوابی مورد پسند و پذیرش بودند، ولی در واقع کشور زیر سایه ولی فقیه هست و ولی فقیه هر روز بیشتر از گذشته توانایی پیدا می کند. به این بحران باید پاسخ داد. من ایرادی به این که هممیهنان رفتن پای صندوق رأی و
آقای روحانی از صندوق رأی بیرون آمدند ندارم. مردم در ایران با این گرفتاری ها روبرو هستند و من که در امنیت خارج نشستم نمیتوانم به اونها خورده بگیرم. اما جای این است که روشنفکران، آدم های نخبه جامعه، آدم های نظریه پرداز، اونهایی که میخواهند جامعه رو راهنمایی کنند، مردم رو راهنمایی کنند، مانند دوره های گذشته پس مردم نباشند، بلکه پیش مردم باشند، پیشا پیش مردم باشند، یادآوری کنند به مردم که ما با یک حکومت ولایت فقیه در ایران روبرو هستیم، حکومتی که یک نفر به عنوان نماینده امام ناپیدا، نماینده خدا در زمین، بر همه زندگی مردم چیره است و فرمان اوست که کشور رو میگرداند و میل اوست که در واقع آقای روحانی رو به این سمت و به آن سمت میکشاند. آقای روحانی هم مانند آقای خاتمی یک تدارکچی بیش نیستند، که آقای خاتمی هم گفته بود. موضوع بر سر این نیست که آیا اگر کس دیگری در این انتخابات پیروز میشد سرنوشت سیاست در ایران دگرگون میشد یا نه. موضوع بر سر این است که تا هنگامی که ما با ولایت فقیه در ایران روبرو هستیم، رئیس جمهور چندان کار جدی در ایران نخواهد توانست بکند. مجلس دارای جایگاه برجسته‌ای نیست و سیاست زیر سایه ولی فقیه هست. و این است که من گرفتاری که با بسیاری از این شادمانی ها و پایکوبی ها دارم در این است که یادآوری به مردم نمی شود که ما با یک نظام تبعیض‌گرای دینی ولایی روبرو هستیم و این نظام ولایت فقیه یکی از واپسمانده ترین نظام های سیاسی در تاریخ ایران، در واقع باید گفت واپسمانده ترین نظام سیاسی در تاریخ مدرن ایران و یکی از واپسمانده ترین نظام های سیاسی در دنیاست. و این است که ما نمیتوانیم، من نمیتوانم دست کم از این که آقای روحانی 4 سال دیگر هم به سیاست های 4 سال گذشته خودشون ادامه خواهند داد پایکوبی و شادمانی کنم. آقای امینی، 4 سال آینده رو چگونه میبینید؟ جناب مهم، ما ببینید با یک پدیده بسیار در هم تنیده با فرهنگ و زندگی مردم ایران روبرو هستیم که کمتر به اون پرداخته شده. من بارها از خودم پرسیدم و شاید هم تا حدودی پاسخی برای یافتم که چرا ایران در درازای تاریخ در مقابل این همه هجوم، ایغار، حمله، لشکرکشی، تاخت و تاز دوام آورده. مغول ها آمدند و شاید میلیون ها ایرانی رو از دم تیغ گذراندند، شهرهای بسیاری رو در ایران خراسان بزرگ اون زمان به ویژه ویران کردند و پس از اون تیمور آمد و همچنین در دوره های گوناگون جنگ و ستیز میان حاکمان محلی واقعا مردم ایران رو تا آستانه نابودی پیش برده بود. بارها ایران در آستانه از بین رفتن و از چند پارچگی قرار گرفته بود. یکی از دلایل ماندگاری ایران، یکی از دلایل اون این است که مردم ایران خو گرفتن و یاد گرفتن که در مقابل این باد تون باد حوادث کمر خم کنند و بگذارند که این طوفان هم سپری شود. و این بخشی از زندگی مردم ایران شده، یعنی بخشی از اخلاق اجتماعی، بخشی از فرهنگ جامعه ما شده که مردم خودشون رو با شرایطی که وجود داره هماهنگ میکنند و اون رو میپذیرند و کوشش میکنند که دشمن رو یا مخالف رو یا حکومت رو نادیده بگیرند و در کنار اون زندگی کنند. و ایران امروز هم این گونه است. همه کسانی که میروند از خارج سفری به ایران میکنند و باز میگردند میگویند با 2 ایران روبرو هستند، ایرانی که حکومت بر اون چیره است، ایرانی که در خانه مردم و در زندگی اجتماعی مردم با اون روبرو هستند و همه چیز به جای خود هست و انگار که همون شرایط گذشته شاید هم بهتر در زندگی خصوصی مردم وجود داره. تا هنگامی که یک جامعه به نقطه‌ای یا به جایی نرسد که این
این نوع حکومت رو نخواهد بپذیرد و تا هنگامی که مردم خودشون رو با این نوع حکومت به گونه خوب بدهند، بپذیرند. دشوار از پیش بینی کرد که چه زمانی این شرایط دگرگون خواهد شد. اما ما با یک گرفتاری بزرگ بیرون از محدوده ایران روبرو هستیم و اون سفارایی بسیار نیرومند خارجی در برابر ایران است که خب بر روی میدانم که یکی از پرسش‌های شما خواهد بود در پی سفر آقای ترامپ به عربستان و اسرائیل. بله خوب حد زدید آقای امینی. سفر آقای ترامپ که از چندی پیش اعلام شده بود سفر ویژه‌ای بوده. بفرمایید که نظر شما کلن درباره این سفر و رویدادهای پس از اون چه خواهد بود؟ اجازه بدید که یک نکته ای رو هم که فراموش کردم اشاره کنم که در یک نامه‌ای بود، از ایمیلی بود از یکی از هم‌میهنان به اون پرداخته بودن، به اون هم به بخش پیشین پرسش‌های شما بپردازم. این هم‌میهن خب خیلی ستایش کرده بودن از برنامه‌های من با شما و برنامه کلمه، اما یک خورده ایرادی هم داشتن و اون این بود که آقای امینی در حالی که در پیرامون ما در کشورهای مانند عربستان و کویت و امارات نشانی از دموکراسی وجود نداره، مردم عملا در انتخاب نمایندگان خودشون شرکت فعال ندارند، در حالی که در عراق و افغانستان اصلا امنیت وجود نداره که ما بتوانیم دموکراسی در اونجا بسازیم، و در شرایط اینها نکاتی است که این هم‌میهن گرامی به درستی اشاره کردن، و در شرایطی که ترکیه که زمانی نمونه ای از یک دموکراسی سکولار بر روی تا حدودی نیم بند در خاورمیانه در کشورهای اسلامی بود، شتابان به سوی یک حکومت نیم دینی و کاملا خودکامه پیش می رود، حکومت فردی در واقع، چرا شما این شرکت گسترده مردم رو در ایران در انتخابات از زمان انقلاب تا امروز نادیده می گیرید و به این توجه نمی کنید که به هر روی این تمرین دموکراسی در ایران از راه شرکت مردم وجود داره؟ اینها البته واژه هایی نیست که این هم‌میهن کاملا به کار بردن، ولی من در واقع گوهر سخن ایشون رو بازگو می کنم. پاسخ من این است که دموکراسی تنها شرکت گسترده مردم و رأی دادن اونها به یک شخصیت نیست. این رو ما در کشورهای دیگر جهان هم شاهد هستیم. هم هیتلر و هم موسولینی با رأی گسترده مردم به قدرت رسیدند. همچنین در کشورهای آمریکای لاتین، در اون جایی که دولت‌های پوپولیستی مانند پرون برای دورانی فرمان روایی داشتن، مردم رأی دادند. رأی مردم به تنهایی دموکراسی نیست، بلکه آزادی مردم در گزینش برای اینکه به کسی، به چه کسی رأی بدهند، میزان بسیار مهم دموکراسی است. مردم می توانند 90% در انتخابات شرکت کنند. در انتخابات در کشورهای کمونیستی، در اتحاد جماهیر شوروی 97% پای صندوق رأی می رفتند، ولی به یک کاندیدای معین می توانستن رأی بدهند، کاندیدایی که حزب کمونیست در مقابل اونها گذارده بود، و اگر این برگه انتخاباتی رو مهر نمی زدند شاید از برخی از مزایای زندگی محروم می شدند. ما در ایران با انتخابات دموکراتیک روبرو نیستیم. کسانی رو، یک گروه بسیار کوچک برگزیده نشده، از یک سرندی رد می کنند و 4-5 نمونه مورد پذیرش رو که رهبر هم اونها رو پذیرفته در برابر مردم می‌نهند و می‌گویند از میان اینها یکی رو انتخاب کنید. این دموکراسی نیست. این هیچ پیوندی با دموکراسی نداره. دموکراسی هنگامی است که مردم بتوانند به کسی رأی بدهند که به راستی او رو شایسته نمایندگی خودشان می‌دانند. و ما با چنین پدیده‌ای در ایران روبرو نیستیم. افسون بر این، در یک کشور دموکراتیک قوانین باید تضمین کننده حقوق دموکراتیک مردم باشه،
قانون اساسی ایران از بنیاد غیر دموکراتیک است. نابرابری هایی که در ایران وجود دارد و در قانون اساسی تضمین شده و یک نفر رو بالاتر از همه مردم میداند، دموکراسی رو ناشدنی در ایران میکند. این است که پاسخ من به این هم میهن گرامی در این است که به جنبه های بسیار ظاهری دموکراسی توجه نکنید. البته این کار بسیار بسیار نیکی است که مردم تمرین میکنند این دموکراسی رو، ولی تنها یک بار در این 38 سال مردم اعلام مالکیت صندوق رأی کردند و اون در جریان انتخابات 1388 بود که به جنبش سبز و شعار رأی من کو انجامید و این صندوق رو دولت دزدید و جلوگیری کرد از اینکه رأی مردم به راستی شمرده بشود.